بیا و از دل ما هم عبور کن مهدی، بیا و قلب مرا پر سرور کن مهدی. به انتظار تو عمری نشستم آقا، کتاب عمر مرا یک مرور کن مهدی. قسم به فاطمه ای منجی همه عالم، به خاطر دل زهرا ظهور کن مهدی. آقا جان، 21 ماه رمضانم گذشت، شام غریبان جدتون امیر المؤمنین، ز داغ جد غریبت به سر زده، در این عزا دل ما را صبور کن مهدی، در این عزا دل ما را صبور کن مهدی. مهدی یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، یا صاحب زمان. عجب شبی گذشت به خانه امیرالمؤمنین، دیشب بهاران با شکوفه گریه می کرد، گویی در و دیوار کوفه گریه می کرد، دیشب ز داغ باغبان گل اشک می ریخت، در پای گل از چشم بلبل اشک می ریخت، دیشب علی با فرق تا ابرو دریده میسوخت، همچون لاله در خون تپیده. عاشقا دیشب علی در حال اغما ناله میکرد، گویی که یاد از یار 18 ساله میکرد، دیشب حسن آیین دار تسلیت بود، با سوز دل مرسی خان تعزیت بود، دیشب حسین از غم گریبان چاک میکرد، خونابه از رخسار بابا پا میکرد. معطلتون نکنم، دیشب علی خون خدا را نوش میداد، زینب سخنهای پدر را گوش میداد، دیشب پدر را با پسر رازی مگو بود، گویی سخن از جنگ آب و آب رو بود،
دیشب علی از جسم پاره پاره میگو از تیر کین و از خرو گهواره میگو دیشب به عباسش سفارش داشت مولا از نور چشم خیش خواهش داشت مولا همه جا رسم دست برادر کوچیکتر و دست برادر بزرگتر میسپرن اما اینجا همه دیدن امیرالمومنین دست ابا عبدالله رو به دست عباس گذاشت عباس من ازا دخلت المشرقه همین که وارد شریعه شدی روز عاشورا تشنگی به تو فشار آورد مبادا آب بنوشی در حالی که حسینم تشنه است خوب وفاداری کرد قمر بنی هاشم اون ساعتی که فذکر عطش الحسین حسین حسین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الهی لا تعذبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من این لی الخیر یا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك حالا تا جایی که نفس یاری میکنه صدا بزن یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب بک عرفتک و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت لم ادر ما انت الحمد لله الذی ادعوه فیجیبنی وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني خیلی باید بدبخت و بیچاره باشم این شبها به سرعت دارن میگذرن شب 23 من به سرعت میاد و میره باید خیلی شقی باشم دست خالی از این در برگردم و ان کنت بخیلا حین یستغرذنی والحمد لله الذی أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي الحمد لله
الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. به هر جا رو میزنن دست خالی بر میگردن که نمیخواد به من نشان بده هیچ دری غیر از این در نیست. والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيئا عندي وأحق بحمدي. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناهل الرجاء إليك مترعا والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا. بخوایم و نخوایم رفقا چند شب دیگه این درو میبندن، نمیدونیم تا سال بعد آیا زنده ایم یا نه. و اعلم انک للراجی به موضع اجابه وللملهوفین به مرصد اغاثه وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عبدا ممن الباخلين مزمون روايتك. خدا می فرماد گاهی استجابت دعای بندم رو به تأخیر می اندازم. دوست دارم بیاد در خانم درخواست کنه، هی گدائی کنه، ناله بزنه. این صدایی که دوست دارم بشنوم من خدا. و من دوحة عما فی عید المستغفری وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد غسلت إليك بطلبتي. اگه بار افتاده و زمین خورده نبودی نیمه های شب نمی آمدیم در خانه تو و توجه تو الیک به حاجتی و جعلت بك استغافتی و به دعاک توسلی من غیر استحقاق لاستماع که منی ولاستجاب لعفو که عنی بل سقتی به کرمه. آخه به ما گفتن تو میبخشی و مهربانی و سکونی الی صدق وعدک و لجعی للایمان به توحیدک و یقینی به معرفت کمنی الله رب لی غیرک و لا اله الا انت وحدک لا شریک لک. اللهم انت القائل و قولک حق
ووعدک صدق، راست گفتی تو قرآن، واسأل الله من فضله ان الله كان بكم رحيما. وليس من صفاتك يا سيدي ان تأمر بالسؤال وتمنع العطية، وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك، والعائد عليهم بتحنن رأفتك. این یه جمله برا منه، حالا فکر میکنم کسی شدم برا خودم. الهی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا، یادم رفته تو نعمتای تو غرقم، و نوهت باسمی کبیرا. فیا من ربانی فی الدنیا باحسانه و تفضله و نعمه، و اشار لی فی الاخرت الى عفوه و کرمه. معرفتی يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك. هم خودت رو دوست دارم، هم اولیاء تو رو دوست میدارم. و انا واثق من دليلي به دلالتك، و ساكن من شفيعي الى شفاعتك. ادعوك يا سيدي بلسان قد اخرس ذنب، هم با این زبان هم با این دلی که سیاه گرد. رب اناجی که به قلب قد اوبقه جرم، ادعوك يا رب راهبا راغبا راجيا خائفا. اذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، واذا رأيت كرمك تمعت، فإن عفوت فخير راهب. چه زیبا گفته زین العابدین، یعنی با همه این احوال خدا اگه مشتی گری کنی و ببخشی، فإن عفوت فخير راهب، وإن عذبت فغير ظالم. حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك، مع اتياني ما تكره جودك وكرمك، وعدتي في شدتي مع غلة حيائي رأفتك ورحمتك. وقد رجوت ألا تخيبا بين ضيني وذين منيتي. هر کس کار داره با خدا دستشو بالا بیاره، فحقق رجائی و اسم دعائی. یا خیر من دعاه دعا، و افضل من رجاه را. عزم يا سيدي عملي وساء عملي، فاتني من عفوك بمقدار عملي، ولا تأخذني بأسوأ عملي، فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين، وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين،
وانا يا سيدي عائد بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من السف عمن أحسن بك الظن وما أنا يا ربي وما خطري هبني بفضلك وتصدق علي بغفرك أي ربي جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلين علي بل لأنك يا ربي خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرعني على معصيتك حلمك عني ويدعوني إلى قلة الحياة سترك علي ويسرني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم المنن يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك القريب أين غياثك السريع أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنيئة أين سماعك السميع أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به فاستنقذني وبرحمتك فخلصني يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل
لست اتکل فی النجات من عقابک علی اعمال بل بفضلک علینا لأنک اهل التقوى و اهل المغفرة تبدو بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر أم عظيم ما أبليت بأولاك أم كثير ما من نجيت يا حبيب من تحبب إليك ويا قرة عين من لاذ بك وانغتى إليك أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك وأي جهل يا رب لا يسع وجودك أو أي زمان أطول من عناتك وما قدر أعمالنا في جنب نعمك وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرمك بل كيف يفيق على المذنبين ما وساهم من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة فبعزتك يا سيدي لو نهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لمن تعالي من المعرفة بجودك وكرمك وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تباد في حكمك ولا يعترف عليك أحد في تدميرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا رب هذا مقام من لاذ بك واستجار بكرمه وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد الذي لا يذيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالسفه القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة
افتراک یا رب تخلف و ظنوننا او تخیب و آمالنا نکنه یه جوری بشه آرزوهامون رو نامید کنی کلا یا کریم فلیس هادا بننا بک ولا هادا فی کت امعنا با کوله باری از امید آمدی در خانه تو یا رب ان لنا فی کاملا طویلا کثیرا ان لنا فی کرجا عظیما عسيناك ونحن نرجو أن تستر علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا فحقق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حثنا على الرغبة إليك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك در این اینکه مستوجب رحمت تو نیستیم خدا فأنت اهل ان تجود علینا وعلى المذنبین بفضل سعتك فمنون علینا بما انت اهل وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك اصبحنا و امسینا صبح تا شب غرق در نعمتهای توییم و غوطه وریم حواسمون هم نیست اما امشب آمدیم یه جمله بگیم ذنوبنا بین یده نستغفرک اللهم منها و نتوب الک تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب خيرك إلينا ناظر وشرنا إليك صاعد عجیبش اینه از همون نعمتهایی که به ما عطا کردی برا گناه استفاده میکنی ولم یزل ولا یزال و ملک کریم یأتی که عنا به عمل قبیل فلا یمنع و کذال کمن انتهو تنا به نعمک و تتفضل علینا به آلائک فسبحانک ما احلمک وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا تقدست اسمك وجل ثناؤك وكرم ثناؤك وفعلك أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تغايسني بفعلي وخطيئتي دستای گدایی رو بالا بیاریم از پرده دل فلعف
الا الا سيدي 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 اللهم اشغلنا بذكرك وأعذنا من سخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك. اگه قرار همین شبا سیاهه نام افرادی که قرار مشرف بشن و حج بیت الله رو به جا بیارن وقتش همین شب بود، هر کس میخواد با لباس سفید احرام هم دیگر رو کنار بیت ببینی. ورزقنا حج بیت و زیارت قبر نبیک صلواتک و رحمتک و مغفرتک و رضوانک علیه و علی اهل بیته انک قریب و مجیب و رزقنا عملا بطاعتک و توفنا علی ملتک و سنت نبیک صلی الله علیه و آله. حالا به یاد همه پدر مادران، پدر بزرگان، مادر بزرگان دل خاک خوابیدمون، اللهم اغفر لی و لوالدی و ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اجزهما بالاحسان احسانا و بالسیئات غفرانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنثانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملوكنا. كذب العادلون بالله وظلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد واختم لي بخير واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تسلط علي من لا يرحمني واجعل علي منك واغية باغية ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم واحرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاءتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا في كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام. ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. اللهم تب علي تعالى عسياك ولهمن الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبغيتني يا رب العالمين. اللهم إني كلما قلت
قد تهيأت وتعبت فقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت فسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت مالي كل ما قلت قد سنحت سريرتي وغربا من مجالس التوابين مجلسي أرادتني بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأغصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فغليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني فإن أفوت يا رب فطالما فوت عن المذنبين قبلي لأن كرمك يا رب يجل عن مكافات المقصرين وأنا آئذ بفضلك هارب منك إلهي متنجز ما وعدت من السناف أما أن أحسن بك ظن إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تغايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيئتي وما أنا يا سيدي وما خطري من چه ارزشی دارم خدا بذار مطلبی رو عرض کنم معمولا رسم هر کس یتیم میشه میان دور و ورشو میگیرن آش مهربونی میکنن یه دستی به سر و روش میکشن خدایا ما هممون پدر از دست دادیم هممون امشب یتیم ارزشی هم که نداریم بیا یه دستی رو سر ما یتیما بکش با هممون مهربون باش حبنی به فضل که سیدی با
وتصدق علي بعفوك وجللني بسترك وعف عن توبيخي بكرم وجهك. على خودم معرفی کنم سیدی، انا الصغير الذي ربيته وانا الجاهل الذي علمته وانا الضال الذي هديته وانا الوضيع الذي رفعته وانا الخائف الذي آمنت والجائع الذي اشبعت بتشنه کربلا. علی اصغر امام حسین، امشب یکی از شبهایی است که احتمال شب قدر میره، ماه مبارک داره تموم میشه. خدا امشب هممون رو با هم ببخش، از بینمون سوا نکن. والعطشان الذی ارویته والعار الذی کسوته والفقیر الذی اغنیته والضعیف الذی قویته والذليل الذي والذليل الذي أعززته والسقيم الذي شفيته والسائل الذي أعطيته والمذنب الذي سترته والخاطئ الذي أقلته وأنا القليل الذي كثرت والمستضعف الذي نصرت وأنا الطريد الذي آويت أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلايا ولم أراقبك في الملأ همچین بی حیا. أنا صاحب الدواه العظمى أنا الذي على سيده اجترى چیکار کردم با خدا؟ انا الذي عصيت جبار السماء انا الذي اعطيت على معاصي الجليل الرشد انا الذي حين بشرت بها خرجت اليها اسعى. من اون کسیم، تو اون کسی هستی که هی به من مهلت دادی، هی به من سلامتی دادی، یه روز برگردم در خونت. اما من، انا الذی امهلتنی فمرعوت و سترت علی فما استحییت و عملت بالمعاصی فتعدت واسقطني من عينك فما بالك از چشت افتادم خیالی نبود فبحلمك امهلتني و به سترك سترتني حتى كأنك اغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني. انگار تو از من خجالت میکشی. الهی لا
لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخلف ولا لعقوبتك متعرض ولا لمليلك متهاون لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شغبتي وغرني سترك المرخى علي فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقذني ومن أيدي الخصماء غدا من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني فواسوت على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعة رحمتك ونهيك إياي عن القنوت لقنط عندما أتذكرها يا خير من دعاه دايا وأفضل من رجاه رايت يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اللهم إني أسألك بحق روحك علي بن وليك علي بن أبي طالب الذي ما أشرك بك طرفة عين أبدا أن تعجل فرج مولانا صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بعنوان عرض تسليت بساحة مقدس قطب عالم امكان حضرت حجة ابن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف به مناسبت شهادت مظلومان قریبان و جانسوز جد قریبش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فضای منزلتون رو معطر کنید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وصل و هجران در نگاه دینی یک جایگاه ویژه‌ای داره. اصولاً هجرانی که در قرآن بعضاً شما با اون روبرو هستید اون هجران هجرانی است که به عنوان
ابزار تربیتی و یک مهارت استفاده شده. متاسفانه ما هجران رو به عنوان یک ابزار جنگی تلقی می‌کنیم. به محض اینکه با شخصی مشکلی پیدا می‌کنیم، بلافاصله با او قطع رابطه می‌کنیم. در حالی که دین مبین اسلام به طور کلی هجران ندارد. شما اگر در قاموس دین ملاحظه بفرمایید، به شدت هجران را نکوهش کرده اند و مذمت نمودند. هجران در فرهنگ دینی یک مهارتی است، یک ابزاری است و به عنوان یک وسیله تربیتی استفاده شده است. گاهی اوقات خداوند متعال با بندگان خودش قهر کرده، هجران کرده. مثلا با پدر من و شما حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، به نوعی با او به اصطلاح قهر کرده، او را از بهشت خارج کرده. اما این نه به عنوان یک ابزار جنگی است، بلکه به عنوان یک مهارت است، به عنوان یک ابزار تربیتی است. اگر اون شخصی که هجران شده اگر مقداری تأمل کند، خواهد یافت که این هجران در حقیقت اوج محبت اون هجران کننده است. از بس که شما رو دوست داره، شما رو از خودش دور میکنه تا شما را نسبت به اون اشتباهی که مرتکب شدید متذکر کنه، شما دوباره برگردید. ولذا ملاحظه میفرمایید حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی رانده شد از بهشت، این چنین نبود که سرشو بندازه پایین بگه خب حالا خداوند متعال ما رو رانده، آب چه از سرمون گذشت، چه یه وجب چه صد وجب، بریم دنبال کارمون. نه، به این ور و اون ور زد، اونقدر استغاثه کرد، اونقدر گریه کرد، ناله زد به درگاه خدا تا خداوند متعال او را دوباره راه بدهد و به آغوش گرم محبت الهی بازگردد. نه اینکه حالا خداوند متعال منو طرد کرده، من دیگه برم سر کارم. این یک مهارت است، یک ابزار تربیتی است. لذا در دین مبین اسلام تقریبا شاید بشه گفت به ضرس قاطع ما هجران نداریم، البته در چارچوب دین. این بحث خیلی دامنه داره، ولی خب چون امشب شب حساسیه و فقط ما این 24 ساعته رو وقت داریم، از الان تا 24 ساعت دیگه که شب قدر است، باید کارهامون رو تسویه بکنیم، حسابمون رو تسویه بکنیم و با دست پر باید فردا بریم در خونه خدا انشاءالله، که بنابر روایات ما تأکید فراوان بر این دارند که شب 23 ماه مبارک رمضان قوت شب قدر بودنش بسیار بیشتر از شب 19 و شب 21 هست. شب 23 بگذرم. خب حالا اگر این هجران یک امر مهارتی است و ابزار تربیتی، ببینید در قرآن هم این چنین بیان شده است. خداوند متعال به پیامبر اسلام خطاب می کند: ای حبیب ما، واصبر علی ما یقولون و هجرهم هجرا جمیلا. پیغمبر، با این منافقینی که دوروبر تو رو گرفتن صبر کن، ولی با اونا قطع ارتباط کن. اما این قطع ارتباط تو باید یک حالت زیبا داشته باشه. و هجرهم هجرا جمیلا. امیر عالم وجود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب می فرماید تا قبل از نزول این آیه، نبی مکرم اسلام وقتی که منافقین می اومدن، بلا فاصله اونها رو احترام می کردن، اونها رو از یمین و از شمال خود می نشوندن. اما بعد از اینکه
این آیه نازل شد، پیغمبر اسلام به گونه دیگر با اونها معامله می کردن و رفتار می کردن. وقت در ذیل این آیه شریفه که وهجرهم هجرا جمیلا روایت می فرماید در کتاب شریف اصول کافی، می فرماید بالمعادات باطنن والمدارات ظاهرن، در ظاهر با اونها مدارات می کند ولی در باطن و در قلب با اونها دشمنی می کند. اون چرا که می خوام از مجموع این روایات خدمتتون عرض بدارم، اهل بیت علیهم السلام اصلا و ابدا برای من و شما نمی پسندن که با برادران دینی خودمون قطع ارتباط بکنیم. خوب دقت بفرمایید، من سخن از بستگان نمی کنم، سخن از پدر و فرزند نمی کنم، سخن از برادر و برادر برادر و خواهر نمی کنم، نعوذ بالله نعوذ بالله، سخن از فرزند با پدر و مادر نه. حضرات معصومین علیهم السلام می فرمایند با برادران دینی خودتون هجران نداشته باشید. غالبه اختلافاتی که در بین افراد جامعه اسلامی ما هست، غالب اونها بر اساس امور و اختلافات مالی است. خیلی ها این چنین هستن. در این حال ما حق نداریم با برادر دینیمون قطع ارتباط بکنیم. اجازه بدید من یه روایت براتون بخونم، چهار ستون بدنتون رو بلرزونه. امام صادق علیه السلام می فرماید دو تا مؤمن به هر دلیل اگر مشکلی پیدا کردن، نهایتاً 72 ساعت میتونن با هم دیگه قطع ارتباط بکنن. اگر خدای نکرده خدای نکرده این هجران بیش از 72 ساعت طول کشید، امام صادق علیه السلام در یک روایت دیگر امام باقر علیه السلام حضرت میفرماید خداوند متعال هر دوی اینها را مورد نفرین قرار میدهد، هر دوی اونها را لعنت میکند. راوی میگه من خیلی تعجب کردم، از حضرت سوال کردم یا ابن رسول الله قربونتون بشم، وقتی دو نفر با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن، قطعا و جزما یکی از اونها بر حق است و دیگری نسبت به اون ظلم کرده، چطور میشه هر دوتای اینها مورد غضب خدای عزوجل قرار میگیرن؟ وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمودن اگر این دو نفر با هم دیگه به هر دلیلی با هم دیگه کنتاکت کردن، با هم دیگه اختلاف داشتن، قهر کردن، ارتباطشون رو قطع کردن، باید تا 3 روز او آقایی که ظلم کرده بیاد معذرت خواهی بکنه. البته معذرت خواهی هم به این نیست که فقط من به زبانم بیام به شما بگم آقا من از شما معذرت میخوام. خدای نکرده خدای نکرده گاهی اوقات تو بعضی از این کشمکش ها آبرو و حیثیت او طرف رو من میبرم، او دیگه با معذرت خواهی کردن جبران نمیشه. کار قشنگیه که در قبل از شبها در آستانه شبهای قدر بعضی از دوستان نامه میفرستن برای دوستانشون من از شما معذرت میخوام، اگر کوتاهی کردم نسبت به شما معذرت میخوام، پوزش میطلبم از شما، استمداد میکنم که امشب منو ببخشید. خیلی خوبه، اما باید ببینی اگر خدای نکرده خدای نکرده دل او رو شکستی، باید بری جبران کنی. اگر خدای نکرده خدای نکرده حرمت او را در مقابل برادران دینی از بین بردی، باید بری اونو جبران بکنی. با معذرت خواهی کردن که کار درست نمیشه، باید جبران بکنی. چطور در امور مالی اگر ما نسبت به کسی چنین ظلم مالی و اقتصادی داشته باشیم، باید بریم او رو جبران بکنیم؟ استغفار ما در جبران اون عمل هست. در امور این چنینی هم باید جبران بشه. حضرت میفرماید در طول 3 روز شما برو معذرت خواهی بکن، بگو آقا من معذرت میخوام،
ببخشید من دیروز روزه بودم، یه مقداری فشارم رفته بود بالا، یه مقداری قندم رفته بود بالا، حال خوشی نداشتم، لذا صدام رو رو صدای شما بلند کردم. من از محضر شما معذرت خواهی میکنم. هیچ عیبی نداره، آسمون به زمین نمیاد اگر خم بشی دستشو ببوسی. خضوع کنی، تواضع بکنی تا دل او رو نرم بکنی که او از تو راضی بشود. تو این فاصله 3 روز آدم دیگه باید هر فراز و نشیبی در زندگیش باشه باید به حالت طبیعی و عادی خودش برگشته باشه، پی به اشتباه خودش برده باشه، بیاد و معذرت خواهی بکنه. حالا اگر تو در این فاصله 3 روز و 72 ساعت طرف نیومد از شما معذرت خواهی بکنه، چه کار باید بکنی؟ حضرت میفرماید شما گذشت بکن، برو بهش بگو فرصت نیست و الا براتون روایتو میخوندم. حضرت میفرماید برو به او بگو آقا ببخشید، دیروز وسط خیابون وسط بازار شما به صورت من سیلی زدی، شما مقصر نبودی یا؟ مثال عرض میکنم، شما مقصر نبودی یا؟ صورت من اومد جلوی دست شما، ازش برو معذرت خواهی بکن. راوی میگه من خیلی تعجب کردم، عرضه داشت یبن رسول الله، هم مورد ظلم قرار گرفته هم بعد از اون بره معذرت خواهی بکنه، خطای او رو به عهده بگیره، این که دیگه میشه ظالم پروری در جامعه. حضرت فرمودن نه، متوجه این قصهشم هستم، این گوشوارشم حواسم هست، تو برو معذرت خواهی بکن تا هجران و قطع ارتباط شما بیش از 3 روز ادامه پیدا نکنه. بعد خداوند متعال میدونه چجوری به حساب او طرف برسه. تو برو معذرت خواهی بکن. اونی که برای من امام و حجت خدا ملاکه این است که 2 تا بچه شیعه با هم دیگه قهر نباشن. حالا خودتون تو جامعه ببینید، تو بعضی از مجالس زشت من بعضی از حرفا رو پشت این بلنگو بزنم چون خیلی از عزیزان دارن میشنون تو فضای مجازی، ولی میخوام این تلنگو رو بزنم. عزیزان زشته تو یه مجلس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب روز شهادت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب 2 تا بچه شیعه با هم دیگه قهر باشن، این رو نه امیرالمؤمنین برای من و شما میپسندد، نه وجود نازنین علی ابن موسی رضا علیه السلام برای من و شما میپسندد، نه وجود نازنین امام زمان علیه السلام میپسندد ابدا. این نامه خیلی زیباست. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، شاید عزیزان مکرر در مکرر این نامه رو از من شنیده باشن، بلکه از بقیه عزیزان هم شنیده باشن، یه نامه نوشته حضرت علی ابن موسی رضا به جناب عبدالعظیم حسنی. حضرت فرمودن ابلغ اولیائی من السلام، عبدالعظیم حسنی سلام دوستان منو برسون، به اونها بگو به همدیگه محبت بکنن، به اونها بگو به زیارت یکدیگر برن، به اونها بگو در کنار همدیگه باشن. بعدش هم حضرت فرمودن ولا یمزق بعضهم بعضا، بعضی از اونها به جون همدیگه نیفتن یکدیگر رو تیکه پاره بکنن. چند نفر شما میشناسید؟ 2 تا بچه شیعه، الله اکبر، هر دوتاشون پیرنسیای امیرالمؤمنین علیه السلام تنشونه. 2 ماه محرم و سفر برای ابی عبدالله الحسین علیه السلام سیاه پوش و عزادارن، اما فردا صبح که میرن تو بازار میبینی ایداد بیداد سر یه چیز خیلی جزئی به جان هم دیگه میفتن. چه حرف‌های ناسزایی که نثار همدیگه می‌کنن، نعوذ بالله، ای بسا گاهی اوقات دست به گریبان یکدیگر هم می‌شوند. وقت شما فکر می‌کنی امام رضا می‌پسنده، صاحب امروز و امشب می‌پسنده، امام زمان من و شما می‌پسنده؟ والله العلی العظیم نه، حاضرم اگر زبان روزه بودم
این قضیه رو با همین قلزت و قسم برای مردم بیان کنم. والله العلی العظیم، علی ابن موسی رضا امیر المؤمنین امام زمان، برای من و شما نمیپسندد. دو تا شیعه با هم دیگه اختلاف، بله یه وقتی اختلاف من با دیگری سر یک مبدأ دینی و عقیدتیه، او به جای خود، تازه اونم راه داره. وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام جناب حارث ابن مغیره رو در کوچه های مدینه دیدن، فرمودن که احارسون انت، تو حارسی؟ گفت بل آقا. حضرت بدون مقدمه فرمودن لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم، گناهان جاهلان و سفیهان جامعه رو برگردن شما عالمان من تحمیل میکنم، روز قیامت شما رو بازخواست میکنم. حضرت همین یه جمله رو بیان فرمودن، راهشون رو ادامه دادن رفتن. گفت خیلی متأثر شدم، دنبال حضرت راه افتادم، رفتم محضر امام صادق، گفتم آقا شما این حرف رو به من زدی، گناه من چی بوده؟ حضرت فرمودن چرا شما وقتی یک منکری رو از یک شخصی میبینید چرا او رو منعش نمی کنید؟ چرا به او تذکر نمیدید؟ قابل توجه اونایی که اولین حربشون هجران و قطع ارتباطه. حضرت میفرماید ما يدخل علينا به الاذى ان تاتوه فتؤنبوه وتعدلوه وتقولوا له قولا بليغا. چرا نمیرید؟ چرا تذکر نمیدید؟ چرا با یک زبان زیبا و رسا مطلب رو برای او بیان نمی کنید؟ وظیفه ما اینه. اگر یک کسی خطای دینی داره، در مسائل اعتقادی مشکل داره، ما باید بریم خطای او رو برطرف بکنیم، وظیفه داریم. بعد حضرت فرمودن بله، به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله رفتیم تذکر دادیم ولی قبول نمی کنن. حضرت فرمودن اگر رفتید تذکر دادید قول بلیغا گفتید و قبول نکردن، اون وقت اهجروهم، اون وقتی که باید با اونا قطع ارتباط بکنید، و الا اول کار نباید قطع ارتباط بکنید. علی ابن موسی رضا علیه السلام می فرماید فإني آليت على نفسي، من با خدای خودم تعهد دارم، پیمان بستم، اگر دو تا بچه شیعه به جون هم دیگه افتادن، فإني آليت على نفسي ان ادعون عليهم ان يعذبهم الله في الدنيا قبل الاخره، خدا اونها رو در دنیا مبتلای به عذاب بکند قبل از آخرت. این نفرین علی ابن موسی رضا علیه السلام است. وقت من با برادر دینیم، با همکارم، با شاگردم، با وای 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 دیگه خیلی دامنشو گسترده نکنم، وای که گاهی اوقات میبینی دو تا برادر یه ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال با هم دیگه قطع ارتباط کردن، اونا که دیگه اصلا حرفشو نزن، اون دیگه خودشو داره خسته میکنه، نماز و روزه و اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره، خودشو داره خسته میکنه. بگذرم، اونی که میخوام به شما بگم اینه آیون، ما فقط همین چند ساعت رو فرصت داریم. وجود نازنین علی ابن موسی رضا علیه السلام میفرماید، میفرماید در شب اول ماه مبارک رمضان، خوب دقت کنید این روایت رو، در شب اول ماه مبارک رمضان خداوند متعال شیاطین رو به قل و زنجیر میکشه و یغفر فی کل لیله 70,000، در هر شب 70,000 نفر مورد رحمت و مغفرت الهی قرار میگیرن. حالا این عدد تصور من این است که حاکی از کثرته، عدد کثرته، و الا 70,000 نفر در مقابل میلیارد میلیارد آدم چه ارزشی داره؟ قطعا این مقصود کثرته. در هر شبی از ماه مبارک رمضان 70,000 نفر مورد مغفرت و رحمت خدای عزوجل قرار میگیرن، و در شب قدر
که ما در آستانش هستیم، غفر الله به مثل ما غفر فی رجب و شعبان و رمضان. در این سه ماه خدا چقدر بخشیده؟ به تعداد همه اینها در شب قدر مورد رحمت و مغفرت الهی قرار می گیرد. حالا ببین چقدر این سفره گسترده است. علی ابن موسی رضا علیه السلام می فرماید خداوند متعال این همه داره می بخشه، اما شب قدر فقط یک نفر رو نمی بخشد، الا رجل بینه و بین اخیه شحنا. دوتا برادر مؤمن، اینا با هم دیگه اختلاف دارن، یک کدورتی در دلشون نسبت به یک دیگر هست. خداوند متعالی که هر شب اینقدر آدم میبخشه، در شب قدر به تعداد همه این افراد میبخشه، خداوند متعال میفرماد من این انسان رو نمیبخشم. فیقول الله عز وجل انظروا هؤلاء حتی تا یصطلحوا. اینا رو رها کنید به حال خودشون، فعلا برن سنگایشون رو باز بکنن، فعلا برن مشکل خودشون رو حل بکنن، اگر رفتن مشکلشون رو حل کردن اون وقت بیان اینجا ما ببینیم با اونا چه کار بکنیم. اول برو مشکلتو با برادر دینیت حل بکن. انشالله که تو جلسه ما نیستن، اما اگه خدایی نکرده، خدایی نکرده شیطان در بین اونها وسوسه کرده، به هر دلیلی بین اونها مشکلی ایجاد شده، تقاضای عاجزانه من اینه، توصیه و سفارش وجود نازنین علی ابن موسی رضا علیه السلام که دیگه امروز وارد روز چهارشنبه شدیم و روز زیارتی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، به حرمت علی ابن موسی رضا، به این سفارش علی ابن موسی رضا، اگه با کسی کدورتی دارید همین امشب و فردا پروندهشو ببندید، رسیدگی کنید، یه تماسی بگیرید، یه مسیجی بدید، معذرت خواهی بکنید، اگر قابل دسترسی هست برید در خونش، در مغازش، هر جایی، در دفترش ازش معذرت خواهی کنید، یه شاخه گل بردارید ببرید، یه جعبه شیرینی، یه هدیه‌ای بردارید ببرید، بهش بگید فلانی فلان قضیه‌ای که بین من و تو شد کاری ندارم، حق با تو بود یا حق با من بود، اما چون امشب شب قدره معلومم نیست سال آینده دوباره شب قدر ما باشیم، حالا که الحمدلله رب العالمین خدا لطف کرده دو تا شب قدر رو درک کردیم، انشالله شب قدر سومم درک بکنیم. دوست دارم یه جوری عرض به محضر مبارکتون که از این شب قدر خارج بشیم در حالی که هیچ گناهی بگرد دن من و شما نباشه، هر گناهی تو پرونده من و شما باشه قابل بخششه، اما اگه خدای نکرده قلبمون کدورت پیدا بکنه، متاسفانه از اون رحمت واسعه الهی در شب قدر محروم میشه. این جمله رو بگم و عرضم رو خاتمه بدم. دیروز وقتی که بچه های امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب گرداگرد بستر پدرشون امیرالمؤمنین حلقه زده بودن، چند تا جمله یه سفارش های خیلی جزئی کردن، الله الله فی القرآن، الله الله فی الیتاما، بعد یه جمله حضرت فرمودن و اصلاح ذات البین. شما پیش دستی بکنید، اگه میبینید تو محدوده شما، تو محیط شما، تو مجموعه شما، تو خانواده شما، تو ساختمان شما یک کدورتی بین عرض به محضر مبارکتون که افراد هست، شما پیش دستی بکنید، شما برید جلو و یه کاری بکنید که اینا اصلاح بشن. اگه میبینید مشکلشون مشکل اقتصادیه، پول وسط بذارید که دیگه وقت نیست براتون بگم، امام صادق علیه السلام جناب مفضل رو مأمور کردن، یه مبلغ زیادی به او دادن، فرمودن مفضل من تو مدینم، تو تو کوفه هستی، اگه دیدی بین دو تا بچه شیعه اختلاف مالی پیش اومده، از این پولی که من بهت میدم برای حل مشکل اونها مصرف کن.
که همین کارم میکرد جناب مفضل. اگه میبینید دو نفر از دوستانتون مشکل پولی دارن، پادرمیونی بکنید، مشکلشون رو حل بکنید. مطمئن باشید خداوند متعال به شما خیر و برکت میده. وجود نازنین خاتم انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله فرمودن بالاترین عمل، آیا میخواهید من شما را به بالاترین عمل راهنمایی کنم؟ الا اخبرکم به افضل من درجه صیام و صلات و صدقه. میخواهید عظیمتر از صیام و صلات و صدقه، سه تا صاد، میخواهید عظیمتر از این سه تا براتون بگم؟ پیغمبر خدا فرمودن صلاح ذات البین. اگر بتونی بین دو تا بچه شیعه رو اختلافشون رو حل بکنی، این از نماز مستحبی و روزه مستحبی و صدقهی که این همه مورد تشویق دین قرار گرفته بالاتره. خدایا به حرمت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به همه ما توفیق بده که قلبمون رو از هر کدورتی نسبت به برادران دینی خودمون پاک و منزه بگردانیم. من خیلی نمیخوام روزه بخونم، اما میخوام از شما یه سوال بکنم. شما رو به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب قسم، مگه نگفتن که اگر یه مؤمنی از دنیا میره خوبه که مردم رو خبر بکنن مردم در تشییع جنازه او انسان مؤمن شرکت کنن؟ شما چقدر روایت تا حالا شنیدید که اگر تو تشییع جنازه یک مؤمنی شما شرکت بکنید که اند امروز از مادر متولد شدید، هیچ گناهی دیگه تو پرونده عمل شما نیست؟ این همه عظمت برای تشییع مؤمن عادی. حالا اگر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب از دنیا بره، اگه مردم بیان تو تشییع جنازه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب شرکت کنن، اون چه مقامی داره؟ اون چه عظمتی داره؟ حالا این سوال منو جواب بدید، به من بگید ببینم چرا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو شبانه دفن کردن؟ چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها شبانه دفن شد؟ چرا تشییع رسمی برای امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب اعلام نکردن؟ میدونی چرا؟ خاک بر دهان من، شاید این جمله رو به این صراحت جایی ننوشته باشه. آخه به خاطر اینکه میترسیدن حسنین مبادا اون مردم نابخرد از محل قبر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب با خبر بشن. خدایا منو ببخش، من این جمله رو بر زبانم جاری میکنم. خدایا تو خودت منو ببخش. به عنوان این که نعوذ بالله امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب مسلمان نیست، بیان قبرش رو نبش بکنن، او رو از قبر خارج بکنن. تمام این مصیبت در اینجا نهفته است. این همین قضیه رو شما در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها میبینید. چرا فاطمه زهرا رو شبانه دفن کردن؟ چرا؟ چون بعدش فرداش اومدن گفتن ما میخواییم قبر فاطمه زهرا رو نبش قبر بکنیم. ای وای. سفارش کرد امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، فرمود حسنم وقتی منو غسل دادی، کفن کردی، جلوی تابوت رو رها کن، جبرئیل و میکائیل در تشییع جنازه من شرکت میکنن، تو فقط پشت تابوت رو هدایت کن. آمدند تا زهر کوفه
در همین نقطه‌ای که الان قبر مطهر و شریف آقا امیر المؤمنین است، یه وقت نگاه کردن تابوت آرام آرام به زمین آمد، تابوت رو رو زمین قرار دادن، آرام آرام خاک‌ها رو کنار زدن، یه وقت ببینن قبری مهیا نمایان شد، قطع سنگی در او نوشته شده، هادا قبرون قبرهو نوحن النبی لعلی الوزیر. اجازه بدید من همینجا یه جمله بگم، عرضه بدارم آقا امیر المؤمنین، اگر چه شما را شبان قزل دادن، شبان کفن کردن، اما جبرائیل و میکائیل شما رو تجیه کردن، دلها بزوزد برای عزیز زهرا، السلام علی من دفنه اهل القرا. الا ای تیرگی آیه شب خاموشی سهر، زمین و آسمان و کهکشان و گوش سر تو ببینید از دل بشکسته آوای کسی آید، که نزدیک از بنیاد فلک را برکند از جا، کدام افتاد از پایی بخوان که تیر افتاده، که خاک معشوق او هست و بود او عاشق شیدا. قصیده که تقدیمتون کنم به فتوای اونایی که حالا با شعر منوسن، شاید یکی از زیباترین قصیده های همزن. من از روز ازل دنیا طلاق دائمت دادم، آخه چه میخوایی تو آخر از علی عالی اعلا. چه شبهایی اینا براش یه درد بلیه، چه شبهایی که نان دادم به سائل آب و بشنیدم، که می گفتم یا علی برگیر داد ما. گریه یه شام غریبونی باید بکنی،
نه اون سائل مرا بشنوخ در دامان تاریکی، نه من از بحر او کردم برایش نام خود افشا. تو نشناختی هرگز که حقم را گرفتی و نهادی در کف اعدا. همه این قصیده یه طرف، اصلا همه این ابیات رو خوندم برای این بیتش، گفت دنیا اینا ایرادی نداشت، اما دنیا اشاره لازم دارید. منم دل کندشم بجوم تو ناموس مرا در سنج در سالگی کشدی، اربونش گدون بره بابا مارم از اون چموم جد برداشم شبه یا آخر ما بابی عبدالله انقدر مارم از اون بیاد ما زیر خاک باشیم این رفیقامون که نیستن الان بینمون، همین دم و غنیمت بجون تو ناموز مرا در سنش در سالگی کشتی. بچه ها تذرا منو بیمخشم تو پیش چشم من سیلی زدی بر صورت تو بیجه چشم من سیلی زدی بر صورت زهرا. من روزم و جایی دیگه شاید بنشونم، رفقا هر جا خواستن بخونم، هیچ ترتیبی آدابی مجوی، هرچه میخواهد دلتن. امشب یه شام غریبان اینجوری نشستیم شکسته پیکسته دو اومد گفت یادگار برادرم چه گنی، دشمن داره میاد زبد قیامه، صدا زدم به جان بگو به جا فرار کنه توی بیا بیا یا امام. اون مرد میگه دیدم یه ناز داده به اجداد طاهر، این قسم این بچه ها رو دیدم یاد این آوازه میگه دیدم یه ناز داده دامن جادیش گرفته داره میدم خودم رو به اجر زوندم تا منو دید دست به زینشون کم یا شیخ سلام علیکم آرومش کردم، میدونستم از شب افتاب بجاب نخوردن، یه ضربه آب بهش دادم یه نگاه نگاه کرد به یه ضربه آب گم شیخ گردی قتلگاه کجا میشه، گفتم بچه جان آب بخور گردی قتلگاه چیکار داری، صدا زد بابام تا لحظه یا آخر میگم مردم چیگرم ازش نگیم شنیدم چون ز تیغ ماردی شد دو تا فرد
امیر المؤمنین. به 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 با حسن گفتان که ای نور دو روح من پر زد شو تا عرش بری خود بده قسل و کفن کن پیکرم روح من را شاهد و ناظر ببین مثل زهرا هم مرا شب ببرید ای وای مثل زهرا پیکرم را شب برید تا نیاید کس به تشییعم چنین تا نیاید کس به تشییعم چنین هم حسین و هم حسن هم زینب خون به دل زین گفته‌های آتشین ما بقیه قصیده رو رها کنم شنیدید براتون فرمودن بدن مولا رو شبانه باید ببرن عقب تابوت من گیری چون پیش آن را می برد روح الامین قبر من آماده کرده نوح هست هر کجا تابوت آمد بر زمین امام مجتبی نمیشتن چه خون دلی خورده تا بدن بابا رو در تل خاک قرار داده از شام غریبان گفتن وقتی برگشتن زینب کبرای سوال کرده گفته چطور دلتون اومد خاک بریزید رو یه بند شاید اگر حقش ادا شد بند دومم خوندم جنازه علی را چرا شبا بردن جنازه علی را چرا شب ز دخترش بپرسی مخفیان بردن میگی با من
علی 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 جان علی علی آخ علی 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 جان علی علی یه عده‌ای از رفقا میدونن خدا رحمت کنه که از اساتید ما گفت امیرالمؤمنین خواست در این امر مواسات کرده باشه با حضرت زهرا سلام الله علیها همین یه بند سادات ببخشن آقا جانم علی است آن که دشمن به زخم او نمک زد یه عده جلوتر از من رفتن گرفتم میخوان چی بگم شام غریبون اینجوری باید بگیر بگو حالا دیگه علی زان که دشمن به زخم او نمک زن آخ عدو به پیش چشمش به فاطمه شام غریبونی همین جوریه یه نفس نمونده یه ناله ای بزنی بگه ذات هیئت های شام غریبونه فقام تا عالم لا من یه روب در و باز در کنم رو بقا روشی کنار بخونم فقان تا عالم لات میرم به روی شانه ها تابوت میرم فرزند مکه و منا نقش زمین شد فرزند مکه و منا نقش رفقایی که اینجان به سینه هاشون بزنن همینجوری که نشستیم هر کسی هم تو خونه صدای ما رو میشنوه به سینهش بزن فرزند مکه و منا نقش زمین شد فرق امیر المومنین از خود رنگین شد جانم علی جانم جانم علی جان جانم علی
میگم که نوحت جا بیفته فرزند مکه و منا نقش زمین شد کلن امیرالمومنین دو دفعه اینجوری نقش زمین شد یکی دیروز اینجوری نقش زمین شد یه موقعی هم وقتی خبر شهادت زهرای مرضیه رو دادن بزرگان میگن راهی نیست مکه رفته ها میدونن مدینه رفته ها میدونن اصلا راهی نیست از حرم پیغمبر تا خونه بی بی میگن مولا چند دفعه با صورت رو زمین افتاد حالا بگو فرزند با فرق خونی نازم جنت الماواست با فرق خونی نازم جنت الماواست مهمان امیر المومنین میزبان زهراست جانم علی جانم علی جان جانم علی لغات بگم بخون دوباره ملاقات علی و فاطمه باشد تماشایی ز مظلومی کند مظلومی امشب پذیرایی نشان بر هم دهند از چشم احمد دور سر بسته علی فرق جگزد فاطمه پهلوی بشیزده شما یه اسمی میبرید اسم بی بی دالم اما من دلم یه جای دیگه است خودتون فرمودی روزه شام غریبان همینه هر کی یه گوشه ای نشسته گفت زینبم فرق مرا بعد از اون این شعر رو شنیدم دلم سوخت فرق مرا تو طاقت دیدن نداشتی فرق مرا خیلی سری سر اصل مطلب فرق مرا تو طاقت دیدن نداشتی اجده سر بریده ببینی چه می کنی اینجا همه زینبم اینجا همه به گریه تو گریه می کنن خنده به عشق دیده ببینی چه می امام زمان خون ریزد از خون ریزد از شکاف سرم خون جگر شوی جسمی به خون تپیده ببینی چه می کنی وقتی که میرسد ز شریعه حسین را با قامتی خمیده ببین حالا چیزی که شما فرمودید طفلان در به در به بیابان کربلا چون آهوی رمیده ببین من پیکرم بمیرم برات گفتم و تحویل من پیکرم به غیر سرم لطمه ای ندید جسمی گلو بریده ببین
شب غریبان سهر ندارم. حاج آقا گفتن یه ختم از شام غریبان بخون اطاعت امر. شب غریبان دل بر ارس بردن ز دل بر ارسی بردن چگونه هست شبیه عشق خود مردن چگونه بزن طوری بفهمم مثل زهرا که با صورت زمین خورد ز دل بر ارسیه بردن چگونه شبیه عشق خود مردن چگونه است بزن طوری بفهمم مثل زهرا که با صورت زمین خوردن چگونه تو که در خون نشاندی گیسویم را تو که در خون نشاندی گیسویم را شکستی مثل زهرا ابرویم را مرا ای تیغ کارت ناتمام است چه کاری ازت مونده مرا ای تیغ کارت ناتمام است مینداز از قلم این بازویم رو می انداز از قلم این بازویم رو شنیدی چی گفتم چند بار آقا از مسجد تا خانه با صورت زمین خورده یک بار دیگم تو مسجد بالای سرش ایستاده بودم با شمشیر بالای سرش ایستاده بودم اما اون روز یک سپر داشت محافظش بود دوباره نانجیبی در بر من کشیده تیغ بالای سر من خدایا باز مسجد باز شمشیر فقط خالی است جای همسر من فقط خالی است
فقط خالی است جای همسر من. خدایا به چراغ خاموش خانه علی در امشب هر کس اومد گفت پدرتون رو کجا دفن کردی، بچه‌هاش فقط نگاه کردن، یعنی نمیتونیم بگیم کجا دفنش کردی، نکنه نامحرم ها نانجیب با سراغ قبر بابا برن جنازه آقا رو بیرون بکشن اسای ادب کنن. خدایا به چراغ خاموش خانه علی در امشب قلب مولای ما امام زمان با مژده ظهورش روشن کن. حالا دست ها رو در این دل شب بلند کنید، شب 22 تمام شد ماه رمضان، چیزی باقی نمانده، حراجی داره به پایان میرسه، دیگه نفس ها تسبیح نیستن، خواب ها از عبادت خارج میشن، دعاها به زحمت اجابت میشن، تا جایی که توان داری هر مقدار دلت روی دست میتوانی بگی با من هم نباشو. اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اجل لوليك 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 الفرج، اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد إليك، وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التغامي المكي المدني أرجو الزلفة لدك، فلا توقش السيناس إيماني ولا تجعل سوابي سواب من عبد سواك، فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماغهم فأدركوا ما أملوا، فإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا وثبت رجاءك في صدورنا، فلا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فبعزتك لم انتهلتني ما برحت من بابك، چرا از در خونت جای دیگری برم، داره ایام طلایی تمام میشه، زمان به سرعت در از دست میره، هرچی به توش نگاه میکنم نمیدونم چه کردم، اما باز هم شکر و شکر و شکر منو تا امشب در خونت نگه داشتی، با هر فرازی با هر سوزی چشمم رو به عشق نشاندی، امشب هم از در خونت نمیرم، فبعزت که لم انتهلتني ما برحت من بابك ولا کففت عن تملقك لما ألهم قلبي من المعرفة بكرمك،
وسعت رحمتك الى من يذهب العبد الى مولاه والى من يلتجئ المخلوق الا الى خالقه الهي لو قرنتني بالاصوات ومنعتني سيبك من بين الاشهاد ودللت على فضائه عيون العباد وامرت بي الى النار وقلت بيني وبين الابرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفوك ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى عياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله والقلني وانقلني إلى درجة التوبة لك امشب يكاري كن بتر خانت باز جردن دهه آخر ماه رمضان دهه مغفرت پیامبر فرمود بدبخت کسی است که این ماه بر او بگذرد آمرزی نشود به فرق شکافته مولانی هیچ کدام ما رو نیامرزیده از این ماه بیرون مبر و اینی بالبکای علی نفسی فقد افنیت و بت تصویف و الامال عمری فقد نزلت منزلت الآیسین من خیری فمن یکون اسم حالا منی این انا نقلت علا مثل قالی الى قبری لم امعت حول رقدتی ولم افرش و بالعمل صالح لذجعتی هیچ کاری بر اون لحظات سخت برای اون تاریکی ها برای اون تنهایی ها نکردن بگذارید امشب دو قطرش آبیاری کنیم این خانه تاریک و تنهایی و ما لیلالکی و لا ادری لا ما یکون و ارا نفسی تو خادعانی و ایامی تو خاتلونی قد خفقت این در عزی اجنت الموت فمالی را بگی ابکیل خروج نفسی ابکیل ظلمت قبری ابکیل زیق لحدی ابکیل سال منکره و نکیر نیای ابکیل خروجی من قبری اریان زلیل حاملا سکنی علا دری همه بارم بدوشم انظر و مرتن ان یمینی و اخران شمالی اذ الخلاق فی شأن غیر شأنی بگذارید امشب همتون رو به امام سجاد قسم بدن اگر هر کدوم هم حلقه های دعا ابو حمزه نشین اگر هر کدوم رو گرفتار دیدیم شهادت بدیم این یک شبی با ما ناله میزد عشق میریخ ما شاهد بودیم لكل امرئ منكم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة سيدي عليك معفلي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي
تصیب به رحمت کم انتشا و تهدی به کرامت کم انتگه فلک الحمد على ما نقیت من الشرک قلبی فلک الحمد على بست لسانی افا به لسانی آذن کن لشکروک ام به غایت جهدی فی عملی اردی و ما قدر لسانی آرم فی جنب شکرک و ما قدر عملی فی جنب نعمک و احسانک الهی ان جودک بست عملی بخشش و بزرگوارید اینقدر آرزوی من رو بلند کرده اینقدر گسترده کرده و شکرک قبل عملی سیدی علیک رغبتی و علیک رهبتی و علیک تعمیلی فقد ساقنی علیک عملی و علیک یا واحدی اکفت همتی وفيما عندك انبسطت رغمتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك انست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رحمتي يا مولاي بذكرك يا مولاي به یاد تو دلم زنده و به مناجات که برد تو علم الخوفنی با این نالای شبانه ترسم رو از دلم میگیرم و یا مولای و یا معملی و یا مولای و یا معملی و یا منتقا سالی فرق بینی و بین زمی المانه نیم لذوم تاته امشب بین من و گناه جدایی بینده فا انما اسألو کال قدیم الرجاء فیک و عظیم تمع الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك الخلق كلهم يالك وفي قبضتك كل شيء خاضع لك تباركت يا رب العالمين ارحمني اذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك لساني وطاش عند سالك اياي لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني اذا اشتدت فوقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري أعطني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومؤولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك غدت رحلي وبجودك اقصد طلبتي وبكرمك اي رب استفد دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ظل عفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك أديم نظري
الفلاح تهرقني بالنار وأنت مغزى عملي ولا تسكن الهاوية فإنك قرة عيني يا سيدي لا تكذب زني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تهرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك أملي فقد جلت الإعتراف إليك بذنبي وسائل إلهي إلهي إن أفوت فمن أولى منك بالغلف وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم ارحم في هذه الدنيا قربتي وعند الموت كربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ظل موقفي واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي وأدم لي ما بي سترزني وارحمني سريعا على الفراش تغلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتسل يغلبني صال وجيرتي وتأنن علي مهمولا قد تناول الأغرباء وأطراف جنازتي وجد علي منغولا قد نزلت بك وعيدا في عفرتي ورم في ذلك البيت الجديد قربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلكت سيدي فبمن أستغيث إن لم تقل لي أثرتي وإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في زجعتي وإلى من ألتجأ إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمل وندمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفر غالي ولا طالب بها إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم
الهی انت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاهدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائك فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كله إذا أراد الله بعبد خيرا قذف في قلبي حب الحسين أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أعطى أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل حزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا واجعلني لك من الخاشعين اللهم أعطنا السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين
واستعمل لي بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع واصرف عني يا سيد الأسواء واقض عن الدين والظلامات حتى لا أتأذى بشيء من وخذ عني بأسماع وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وأدخلني الجنة برحمتك وزوجني من الحور العين بفضلك وألحقني بأوليائك وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته إلهي وسيدي بعزتك وجلالك لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء فبمن يستغيث المسيئون إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك وإن أدخلتني الجنة
ففي ذلك سرور نبيك وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام حبب إلي لقائك وأحبب لقائي واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرم اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي وخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين بالصالحين على أنفسهم واختم عملي بأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك پاداش نهایت ما رو بهشت قرار بده و اعنی علی صالح ما اعطیتنی و ثبتنی یا رب و لا تردنی فی سوء استنقذتنی یا رب العالمین اللهم انی اسألك ایمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني على وتوفني إذا توفيتني على وابعثني إذا بعثتني على وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزني عن معاصيك شهر آمون رو سفيد و نوراني كن وبيض وجهي بنورك واجعل رغبتي فيما عندك يا حاجة في جمدارين خدا وتوفني في سبيلك حاجت عرشی این لحظات آخر در رکاب امام زمانش باش و بمیر و علا ملت رسول کر صلی الله علیه و آله اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل والهم والجبن والبخ والغفلة والغسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن وأعوذ بك من نفس لا تغنى وبطن لا يشبع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع وعمل لا ينفع وأعوذ بك يا رب على نفسي از نفس خودم به تو پناه میبرم
وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك ولا تردني بهلكا ولا تردني بعذاب أليم. سهر بستدومم تمام. اللهم تقبل مني وأعلى ذكري ارفع درجتي وحط وذري ولا تذكرني بخطيئتي واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة، وأعطني يا رب جميع ما سألتك نفقت تا اینجا بیشتر عنایت کن و زدنی من فضلک، ما که خیر و صلاح خودمون رو نمیدان. انی الیک راغب یا رب العالمین. اللهم انك انزلت في كتابك ان نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا انفسنا فاعف عنا فانك اولى بذلك منا، وامرتنا يا الله نرد سائلا عن ابوابنا وقد جئتك سائلا فلا تردني الا بقضاء حاجتي. بیست و چند شب داریم در میزنی و امرتنا بالاحسان الى ما ملكت ايماننا و نحن ارقاؤك فاتق رقابنا من النار يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي إليك فزعت وبك استغثت ولذت لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك فاغثني وفرج عني يا من يفك العسير ويعفو عن الكثير. اقبل منا اليسير واعفو عنا الكثير إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي هف مرتب يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم الراحمين. بحق أمير المؤمنين عليه السلام، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، واغفر اللهم لموتانا، واجعل اللهم واقب امورنا خيرا،
امر فرج امام زمان ما را برسان. بیمارانی که چشم امید به این مجالس توسل دارند، هم از سائل با عافیت و شفا بپوشان، همه در گذشتگان و حقداران و ذوی الحقوق ما، مخصوصا عزیزانی که سالهای قبل بودند در جمع ما، الان روی در نقاب خاک کشیدن، همشون رو ببخش و بیامرز. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. شب زنده داران محترم توجه داشته باشن، ان شاء الله فردا مراسم احیای سوم از ساعت 11:30 شروع خواهد شد و دعای جوشن کبیر بعد از دعای افتتاح قرائت خواهد شد و مراسم قرآن سرگرفته هم که ان شاء الله همراه خواهد داشت. از همه بزرگواران التماس دعای مخصوص داریم، مخصوصا برای بیمارانی که سفارش شدن، همراه با یک صلوات یک حمد قرائت بفرمایید. صلوات خواهیم.